جملة يا أخير، فالمراد قدس يا جبر فمنيو قدس هم از ما نالا دار، اما قدس که مکان نزول پیامبرا هست، اما قدس که پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا امام الانبیا بوده، امامت کرده انبیا را، امروز به خاک و خون کشانده میشه. به خاطر خواب بودن ما، به خاطر عدم بیداری ما، یهودی ها اولین دفعه که قدس را غصب کردن اشعار سرودن، چند شعر سرودن که شعر اگر ما بخوانیم سخت شرم‌آور است. یه شعارش در عربی اسم فقط مضمون متنشه، یک متنشه براتان میگم. یک یهودی شعر میسرد در زمانی که قدس زیر سلطه یهود میرفت، شعر میسرد میگه محمد مرد در جای خود، زنها را گذاشته. این توهین به زن نیست که توهین به زن جنسیت زن باشه، منظورش این است که توبیخ مرد هست که رسول الله رفت در جای خود زنها را گذاشته. ما مرد هستیم، ما جوان هستیم، ما نیرو داریم، قدرت داریم، توان داریم. اگر سخنرانی کرده میتونی سخنرانی بکو، اگر نوشته میتونی نویسندگی بکو، اگر از دیگاه طبابت خود پیش برده میتونی طبابت پیش ببر. در مقابل اون طبیبای اشغالگر طبیب مسلمان باید مقابل باشه، در مقابل انجینرهای اشغالگر باید انجینرهای مسلمان مقابل باشه، در هر سنگرش باید یک مسلمان باشه. سنگرها را برای دشمن رها نکنه، در مقابل هرش، در مقابل قاریش قاری باید بشینه. قاری دشمن پیدا میشه، مولی دشمن پیدا میشه، انجینر دشمن پیدا میشه. در مقابل انجینر کافر باید انجینر مسلمان بنشینه، در مقابل دکترش باید دکتر بنشینه. این منظور این هست که به هر اندازه که توان داشته باشیم، به هر اندازه که نیرو داشته باشیم، باید اعتبار دین خود کار کنیم. بر را بن مالک یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در جنگ یمامه، وقتی که مسلمان ها عقب نشینی میکنن، بر را بن مالک حافظ قرآن هست. باور به خدا کنید که جمله را من میگم سر حفظ قرآن خود، سر اینکه من خود را حافظ قرآن میگم، والله میشرمم. بر را بن حافظ وقتی که مسلمان ها را میبینه که ما عقب نشینی میکنن، این شعار را سر میده، ای حاف، ای بر را، متوجه باش که اگر ای اسلام، ای لشکر امروز به خاطر تو حافظ قرآن شکست بخوره، چه حافظ بدبختی خواهد بود. برای خود بگویم، ما انجینرها برای خود بگویم که ای انجینر، به خاطر تو اگر دین شکست بخوره، چه انجینر بدبختی خواهد بود. ای دکتر، به خاطر تو اگر دین شکست بخوره، چه دکتر بدبختی خواهد بود. ای قاری، اگر به خاطر دین از خاطر تو شکست بخوره، چه قاری بدبختی خواهد بود. اینو باید با خود بگویم، اینو با خود باید تکرار بکنیم. مثلا بنی حارث قبیله بنی بکر را در یک جنگ اشتراک کرده بودن، بسرکردگی مثلا بنی حارث، بسرکردگی مثلا بنی حارث، این قبیله بنی بکر همیشه از طرف قبیله بنی بکر مسلمان ها ضربه می خوردن. هر وقت مسلمان ها شکنجه می شنست از طریق این قبیله بنی بکر مسلمان هست، ولی یا یک اندازه به خیالم سستی می کردن، یا هر وقت مسلمان ها از امزی ناحیه گروه مجاهدین را به میسره و میمنه تقدیم میکردن، تقسیم میکردن، باز دمو طرفی که بنی بکر می بود، اون طرف کم شکست رقم می شد، شکست می خوردن. چند دفعه که شکست خورد، مثنا بن حارث یک جمله می نویسه برای بنی بکر، نوشته می کنه من مثنا بن حارث الى بنی بکر. از طرف مثنا بن حارث بنی قوم بنی بکر چی نوشته کرده؟ فقط یک جمله نوشته کرده، شما را با خدا سوگند باعث شرمساری مسلمان ها نشوید. یک جمله نوشته کرد برش، دفعه بعدی این دو شکست داد دشمن را که باز نام مسلمان ها را بلند کرد. بین ما هم به خود بگیم که ای مسلمان ها، باعث شرمساری مسلمان ها نشویم، باعث شرمساری دین خود نشویم، باعث شرمساری قرآن خود نشویم، باعث شرمساری پیامبر خود نشویم. باید عمو تو ابرومندانه زندگی بکنیم. امروز مردمی که مسلمان میشن قرآن را قبول میکنن، ما مسلمان ها را که میبینیم میگن نه. پس بیدار باشید. ما یک گپ مبرتان میذارم، شما خود گفتن خیلی گپای اندوهگانه زدی، خیلی ما را خفه کردی، نمه کسا خفه نمی کنم. در اخیر یک جمله براتون میگم، نزار قبانی یک خیلی خوب شعر گفته، خوب متن را نوشته کرده، لا تسکروا بالنصر اذا قتلتم عمرا اذا قتلتم خالدا فسوف یأتی عمرا. نگه دشمنا دشمنا را میگه، ما هم دشمنا را میگه. کسایی که دشمن دین ما هست، دشمن وطن ما هست، دشمن قرآن ما هست، دشمن مسلمان ها هستن، را بفهمن که لا تسکروا بالنصر. ای دشمن ها، ای غربی ها، ای شرقی ها، به این
کامیابیتان که امروز دست یافتین، به قدرتتان، به توانتان، به نیرویتان خوشحال نباشین، نشه نشوین، مست نشوین. لا تسکروا بالنصر، اذا قتلتم خالدا فسوف یأتی عمرا. اگر خالد را از بین بردین، عمر می آید. این دشمن اسلام باید بفهمه که امروز اگر قدس گرفتن، صلاح الدین ها باقی مانده. شاگردای ابوبکر و عمر اینجا نشسته هستند، شاگردای خالد و صلاح الدین ایوبی و سلطان محمد فاتح اینجا نشسته هستند. هیچگاه قدس را رها نخواهد کردند. از روزی که اینها اشغالگرای خبیث در مدت دو روز در اونجا داخل شدند، در این قدس و سفارت آمریکا را در اونجا داخل میکنند، یک جوان برام ابو صلاح پایش قطع است. در این روزا در فیسبوک شاید شما دیده باشین پایش قطع هست، دیروز به شهادت رسیده. این پیام را که دشمنای اسلام، ما اگر پای ما قطع است، دست ما جوره هست، اگر دست ما را قطع کن، چشمای ما جوره هست، اگر چشمای ما را از بین برد، دست سر ما جوره هست، جان ما جوره هست. اندوهگین نباشین، ما پیروز هستیم. والله عزت از برای مسلمان، یعنی که ما صدای تکبیر ما اینجا بلند میشه، صدای اذان ما بلند میشه. یعنی میره دشمن، والله دوست نداره، دشمن رنگ میبره، دشمن میره دوست نداره که ما امروز اینجا جمع شدیم. نابود باشه دشمن، ما دیگه هم جمع میشیم، ما دیگه هم به طرف پیروزی حرکت میکنیم، ما هم دیگه هم به خاطر پیشرفت میکنیم. پس هم بین پریشان نباشه.